بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة والسلام على مولانا و مقتدانا رسول الله و على آله آل الله و على اعدائهم لعنت الله. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. محضر شریف شما بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، از سر اخلاص و ارادت و از عمق دل سلام عرض میکنیم. سلام گرم ما رو بپذیرید. سپاسگزارتون هستیم که به تماشای این شبکه نشسته اید. خدای رو شکر کنید که از بین شبکه های رنگ و رنگ، شبکه های متنوع، این شبکه رو برگزیده اید. سپاسگزار خدا باشید و شکور. به هر حال گفتگوی ما درباره توحید بود. توحید رو از نگاه قرآن، از نظر مکتب اهل بیت و در روایات اهل بیت علیهم السلام بررسی کردیم. بعد از باب تطبیق و برای اینکه بفهمیم توحید اهل بیت و توحید سایر ادیان چه تفاوتی داره و این دو چگونه با هم در تضاد هستند و در تقابل، حتی از کتاب مقدس عهد عتیق تورات مواردی رو نقل کردیم. بحث به سرانجام خود نرسید و این قسمت نیز باز می‌خواهیم ببینیم که تورات چگونه خدا رو برای ما تصویر می‌کنه. پس با ما همراه باشید و می‌دانید که مهمان عزیز ما مثل جلسات پیش جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای مردانی هستند. از طرف شما عزیزان بیننده و خودم به ایشون خوش آمد میگویم. حاج آقا خیلی خوش آمدید و سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ما در خدمت شما هستیم. این قرآن هست و این هم کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید. ما در خدمتتون هستیم. ادامه بحثتون. اجمالا مسائلی که ما خدمت عزیزان عرضه داشتیم در رابطه با صفات خدا در قرآن و در مکتب اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین بود و مقداری هم راجع به صفات خدا در عهد عتیق یا تورات مطالبی را عرض کردیم. ادامه اون بحث را خواهیم داشت که انشاءالله بعدم بریم سراغ عهد جدید و مسائلی که در این رابطه انجیل هم راجع به خداوند عنوان کرده، راجع به صفات خدا و هم راجع به صفات انبیا. خب حالا یه بخش مهم باز در همین عهد عتیق که باقی ماند، نسبت‌های بسیار نارواست به انبیای عظام الهی، انبیایی که ممتازترین شخصیت‌ها هستند از دیدگاه پروردگار و از مقام عصمت برخوردارن. بله، و از عصمت برخوردارن، شکی هم در این زمینه نیست. بنابراین قسمتی را هم که نقل کردیم، قسمت بعدی را ادامه میدیم. قسمت اول راجع به جناب لوط بود که عرض کردیم متاسفانه تورات فعلی ایشان را متهم کرده به خوردن شراب و همچنین زنای با دو دختر خودش. قسمت بعدی که الان عرض میکنم شدیدتر از برنامه اول هست، چون پیغمبر بزرگ الهی را به نام لوط، خب درست اینجوری متهم کردن، ولی پیغمبر دیگری را در واقع نام میارند به نام حضرت داوود علیه السلام که او را متهم میکنن به زنای محسنه. لا حول ولا قوة الا بالله. خب نعوذ بالله، اگر پیغمبری زنای محسنه انجام بده دیگه تکلیف امتش مشخصه. لذا در خود تورات الان دقیقا همونطور که خدمتان عرض کردم آدرسش هم را میدم که در همین کتاب هست، لازم شد مراجعه میشه. تورات کتاب سموئیل،
باب 11 و 12 از صفحه 490 شروع میشه تا 493 این کتاب، که راجع به حضرت داوود این قسم مطرح شده که و واقع شد در وقت عصر که داوود از بسترش برخاست و بر پشت بام خانه پادشاه گردش کرد و از پشت بام زنی را دید که خیشتن را شستشو می کند. یعنی نعوذ بالله در نظر بگیره پیغمبر بزرگی مثل حضرت داوود از خواب بیدار بشه بره رو پشت بام و بعد نگاه خانه همسایه بکنه، بعدم نگاه به زن همسایه بکنه که او هم در حال آبتنی است. و آن زن بسیار نیکو منظر بود. پس داوود فرستاده درباره زن استفسار نموده و او را گفتند که آیا این بتشبه دختر الیام زن اوریای حتی نیست؟ حالا اوریای حتی کیه؟ یکی از فرماندهان خود حضرت داوود بوده که در جبهه جنگ و دشمنان دین می جنگیده و داوود قاصدان فرستاده او را گرفت و او نزد وی آمده داوود با او هم بستر شد نعوذ بالله و او از نجاست خود طاهر شده به خانه خود برگشت و آن زن حامله شده و فرستاد داوود را مخیر ساخت و گفت که من حامله هستم. پس داوود نزد یوآب فرستاده که اوریای حتی را نزد من بفرست و یوآب اوریا را نزد داوود فرستاد. که اجمالاً حالا چون بحث مفصله، مختصر بحث میشه این که به شوهرش دستور داد که با زنش همبستر بشه، او هم همبستر نشد، دوباره دستور داد فرستادنش به صفحه اول جبهه تا کشته بشه. بله. و بعدم دستور دیگه صادر شد که طوری جایی قرار بگیره که دیگه بر نگرده و او هم خلاصه در جبهه کشته شد. بعد جالبترین که باز در رابطه با خدا هم مطرحه، میگه خداوند اطلاع پیدا کرده از چنین کار، تا اون موقع تا اون موقع اطلاع نداشت که بندش کار کرد و خواست انتقام شدیدی ازش بگیره. گفت خفا تو این کار را کردی، من در آشکارا به تو دستور میدم که زنات را بده به همسایه ها تا فلان عمل را باش انجام بدن تا تلافی این در میاد. این شمایی از خدا و پیغمبری است که تورات داره معرفی میکنه. خب پیغمبر بزرگ الهی را متهم کردن به زنای محسنه و باز خدا را متهم کردن به جهل و نادانی در اینکه خدا هم نمیدانسته، بعداً گزارش بهش رسیده. خب این داستان حضرت داوود هست با زن اوریای حتی که خب واقعاً انسان تعجب میکنه چگونه این کتاب را قداست بهش بخشیدن. در جای دیگه تورات میخوانیم، اینم کتاب اول پادشاهان باب 11 آیه 1 تا 11 صفحه 545 و 546 همین کتاب که میگه حضرت سلیمان را متهم به شهوترانی و انحراف از راه الهی و در نتیجه قرار گرفتن در خشم و غضب خدا نموده، که عبارتش هم مفصل هست، اینم توهینی است به این بزرگوار. در جای دیگه خود تورات سفر داوران هست باب 11 آیه 1 تا 4 صفحه 393 همین کتاب، تورات نسبت زنازادگی به بعضی از پیامبران داده است، چنانچه به حضرت یفتاح چنین نسبت دادند. در جای دیگه تورات حضرت موسی و حضرت هارون را هم نعوذ بالله زنازاده معرفی میکند و در این زمینه چنین مینویسد و امرام عمه خود
یوکابد را به زنی گرفت و او برای وی عمه خود یوکابد را به زنی گرفت و او برای وی هارون و موسی را زایید. لازم فرمایید طرف بره با عمه خودش ازدواج بکنه، بعدم تکلیف فرزندان مشخصه، اونم کی؟ حضرت هارون و حضرت موسی. تورات برخی پیامبران الهی را دروغگو معرفی می نماید که راجع به پیامبر سال خورده است که اسمش ذکر نشد اما مطلبش در خود کتاب اول پادشاهان باب 13 آیه 11 تا 19 هست. تورات برخی از انبیا را از طرف خداوند ملزم می سازد که نان آلوده به نجاست انسانی را بخورند، در حالی که بنیت دین و علن نظافه، نه تنها دین اسلام، تمام ادیان بنیانشان بر نظافت و پاکیزگی است. چگونه خدای حکیم عالم میاد در واقع پیغمبرش را مجبور بکنه که نان آلوده به نجاست انسانی بخورند؟ راجع به حضرت حزقیال نبی چنین ذکر شده است که این مطلب هم باز در کتاب حزقیال نبی باب 4 آیه 13 و 14 طبق صفحه اینجا 1202 هست. تورات نقل می کند که خداوند به بعضی انبیا دستور می دهد که بندها و یوغها برای خود ساختوانها را بر گردن خود بگذارند. ملازم فرمایید، چون این عبارتش اینه که پیغمبری از پیغمبران میگه خداوند به من چنین گفت بندها و یوغها برای خود بساز و آنها را بر گردن خود بگذار، در حالی که انبیا هدف اصلیشان زدودن در واقع هر نوع یوغ هست از بندگان خدا، نه اینکه بیازردن توی کار انبیا نیست، این یه خدازاریه. طبق تورات خداوند به بعضی از پیامبران دستور داده که سالها میان مردم لخت و پابرهنه عبور کنند. خب اعوذ بالله، دیگه مثل حیوان لخت مادرزاد، که آدمهای جنگلهای آمازون هم باز لخت به اون معنا نیستند. نئاندرتال ها هم که قبلا بودن بالاخره یه مقداری خود را میپوشندن. انسان های قارنشین هم حداقل بله. از برگ استفاده میکردن. حالا میگه بله، جالب هم اینجاست راجع به حضرت اشیای نبی هم ذکر شده. تورات میگوید بعضی از انبیا با خداوند خشونت و درشتی نمودن، چنان که راجع به حضرت موسی علیه السلام هم این عبارت ها نقل شده است بنابر سفر خروج تورات باب 32. از نظر تورات پیامبران خدا متهم به ظلم هستند، چنانچه درباره حضرت ایوب چنین نوشته شده است که کلن ایشان در این آیه ذکر شده در کتب ایوب باب 10 آیه 1-3 که میگه جانم از حیات بیزار است، پس ناله خود را روان میسازم و در تلخی جان خود سخن میرانم و به خدا میگویم مرا ملزم مساز و مرا بفهمان که از چه سبب با من منازعت میکنی، آیا برای تو نیکوس که ظلمایی؟ پیغمبر خدا برگرده به خدا این چنین بگه دیگه معلومه کاری دیگه. باز راجع به حضرت ایوب تورات عنوان میکنه که حضرت ایوب میگوید زیرا خدا دل مرا ضعیف کرده است، که اینم باز در کتاب حضرت ایوب هست. اینا یه سری برداشت های تورات هست راجع به انبیا و راجع به خداوند، و اینه که ما یقین داریم در تحریف همین کتابی که آقایان معتقد به اصالتش هستند، ولی در این حال می‌بینیم و می‌خوانیم که انجمن انجیل در بریتانیا چند سال یک مرتبه یک تغییرات اساسی در همین عهدین ایجاد می‌کنه، بعد به عنوان چنج اینها براشون می‌فرسته به محافل کلیسایی که اینا را جایگزین مطالب قبلی کنند.
لذا برمیگردیم به خود قرآن در موضوع اینها، در موضوع معرفی این انسانهایی که به این صورت سد راه فی سبیل الله شدند. در سوره توبه آیه 34 مخاطب انسانهای مؤمن هست: یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل و یسدون عن سبیل الله. خب چند تا استفاده از اینجا میشه. یک، ای گروه مؤمنان، چون مخاطب انسانهای با ایمان هست، گروهی از عالمان یهود و راهبان مسیحی اموال مردم را به ناحق و از راه‌های شیادی و نامشروع می‌خورند و مردم را از پیمودن راه خدا و طریق رستگاری باز می‌دارند. هم اموالشان را می‌گیرند، تصاحب می‌کنند و هم در این حال مانع هدایت و ارشاد اینها می‌شوند. در مورد یهود و نصارا باز قرآن در سوره مائده می‌فرماید: و قالت الیهود و النصارا، آیه 18 است، و قالت الیهود و النصارا نحن ابناء الله و احباؤه، میگن ما فرزندان خدا هستیم و همچنین دوستان او. بعد خطاب میشه که پیامبر بینا بگو: قل فلمه یعذبکم به ذنوبکم، پس چرا خداوند شما را به گناهانتان عقاب میکنه به واسه گناهان؟ بل انتم بشرم ممن خلق، شما نیز همچون بقیه مردم هستید، فرزندان خدا مطرح نیست. قرآن روش کلی را هم که وقتی به انسانهای با ایمان در برخورد با اینها میآموزه اینه که: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء، ای پیروان مکتب ایمان، یهود و نصارا را اولیاء نگیری، تحت ولایت اینها خود را قرار ندهید. بعضهم اولیاء و بعضن، بعضی از اونها اولیاء بعضی دیگر هستند. بعد نکته بسیار ظریفی که در این آیه شریفه سوره مائده آیه 51 هست: و من یتولهم منکم، کسی از شما که ولایت یهود و نصارا را بپذیرد، مثل کشورهای خاص عربی مانند سعودی، چون فیصل آل سعود خط و امضاش هست در تاریخ آل سعود اسکن شده که میگه ما تا قیامت نوکر آمریکا هستیم و از فرمان آمریکا بیرون نخواهیم رفت. بعد میگه فلسطین را به یهود یا غیر یهود بخواهد میبخشیم. من فیصل آل سعود اقرار و اعتراف میکنم با خط خودش و با مهری که زده. لذا قرآن میفرماید اگر کسی از شماها ولایت اونها را بپذیره، فإنه منهم، اینم از اوناست، جزء اونهاست، یعنی با اونها محشور میشه. ان الله لا یهد القوم الظالمین، خداوند گروه ظالمین را، گروه ظالم را هدایت نخواهد کرد. یعنی بر اثر ظلم اینا به جاهایی میرسن که دیگه قابلیت هدایت را از دست میدن. باز در آیه دیگه میخوانیم در همین رابطه که اتفاقا در خود تلمود هم مسائلی در این خصوص هست: یا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون، ای اهل کتاب چرا برای گمراه کردن مردم حق را با باطل می آمیزید و حقیقت را کتمان می کنید در حالی که می دانید؟ و اینا در پروتکل هایی که دارند در تلمود هست میگن حتی ظاهرن شما احترام بذارید به بعضی ها ولی باطنن نه. و مسائل بسیار فراوانی که انشالله در بحث بعدی من این عبارت ها را میخوانم. ببینید دشمنی اینا حتی با مسیحیت چقدره، چون اینا نمیپذیرفتن که مسیحی هم بره یهودی بشه. الان برای مبارزه با اسلام حالا دست وحدت با هم دیگه دادن، اون یه امر مستقلی است. اونا معتقدن بله. که خون یهود بله. بله خون یهود در بدن یهودی است، بله، شریعت جاری باشه و به هیچ وجه کس دیگری رو نباید راه داد. بله. و تنها دینی است که
تبلیغ نداره، یعنی یهودیان تبلیغ یهودیت ندارن، میگن اصلا ما اجازه نمیدیم کس دیگه بیاد قاطی ما بشه. خب حضرت استاد بقیه مطالبتون رو بفرمایید. بله. زمان ما هم در سوره آل عمران باز قرآن اشاره داره، صفحه 78، یعنی صریحا میفرماید، میفرماید برخی از اهل کتاب یعنی یهود و نصارا از قرائت آیات واقعی کتب آسمانی به جملات از خود ساخته منعطف میشوند تا شما ساخته های آنان را آیات نازل شده از ناحیه خدا بدانید، در حالی که این بافته ها وحی آسمانی نمی باشد و ادعا می کنند که از ناحیه خداوند نازل شده است، در حالی که از جانب خداوند نازل نگردیده است. آنان با علم و آگاهی بر خدا دروغ می بندند، که اینم یکی از مشخصه بارز این هاست که دروغگویی است. و این منهم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. باز در خود سوره آل عمران آیه 75 راجع به ویژگی خیلی از اینها میخوانیم، و من اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤدي اليك و منهم من ان تأمنه بدینار لا یؤدیه الیک الا ما دمت علیه قائما ذلک بانهم قالوا ليس علینا فی الامیین سبیل و یقولون علی الله الكذب و هم یعلمون. بعضی از اهل کتاب دوست دارند که اگر مال بسیاری به آنها امانت سپرده شود رد کنند، و برخی دیگر از آنان تا آن اندازه نادرستند که اگر یک دینار به آنها امانت دهی رد نکنند پس ندهند جز آن که بر مطالبه آن سختگیری نمایی، از این رو که گویند برای ما اهل کتاب به هر وسیله خوردن مال دیگران گناهی ندارد، و این سخن را به خدا نسبت میدن در حالی که میدانن که به خدا دروغ نسبت میدن، که باز موارد فراوانی را هم در تلمود در همین رابطه است. حتی میگه غیر یهود حق تصاحب زمین را نداره، شما هر جا رسیدید از اینها بخرید که اینا هیچی نداشته باشند. و غیر یهود در واقع نباید اصلا چیزی داشته باشه. و جالب هم اینجاست شما به اون فرقه هایی هم که در واقع منشعب شدند از یهود و به خصوص صهیونیسم جهانی ازشان حمایت میکنه، یکی خود فرقه بابیت و بهائیت که اونها هم گفتن که غیر ما نباید از چیزی بهره ای داشته باشه. بله. اینا آموزش هایی است که دادند، و در همین زمینه هم که کارشان گمراه سازیه انسان هاست در سطوح مختلف. خیلی متشکرم جناب استاد. یک فرصت کوتاه میگیریم و مثل همیشه ذکر شریف صلوات فراموشتون نشود. بله، بسیار عالی است جناب آقای مردانی، لذت بردیم، ولی ظاهرا بحث به سرانجام خودش نرسیده. بله. باز هم جای گفتگو هست درباره یهود. بله. و تفکرات اونها و نگاهشون نسبت به مسئله توحید. در خدمت شما هستیم، بقیه بحث رو بفرمایید. بحثی که الان خدمت عزیزان تقدیم میشه استفاده از فقراتی از کتاب تلمود هست که ما هم ترجیح دادیم که این بحث را از روی کتابی که مرحوم آیت الله العظمای شیرازی یا سید محمد شیرازی نوشتند و کتاب بسیار مهمی است خدمت عزیزان توضیح بدیم،
گرچه بعضی از مطالبش هم استدلالات قرآنی را آوردیم در همین زمینه که تطبیقم داره کاملا. خود خاخام‌های یهود تا به حال شرح‌ها و تفسیرهای گوناگون بر تورات نوشتن، چون عزیزان میدانید تورات لغت عربی نیست، لغت عبری است که همه آنها را خاخام یوخاس در سال 1500 میلادی جمع‌آوری نموده و با چند کتاب دیگر که در سال 230 و 500 میلادی نوشته شده به نام تلمود تألیف و چاپ نموده. پس تلمود رو تألیف کرد. تلمود مشخص. این کتاب نزد یهود بسیار مقدس و همردیف تورات و عهد عتیق قرار دارد، که البته جالب اینجاست که این کتاب در بیرون به هیچ وجه گیر نمیاد، به هیچ وجهی این کتاب بیرون نمیدن، چون سند واقعا انحرافات بین اینها در همین کتاب هست. حالا مطالبی از این کتاب را که آیات قرآن هم اشاره کرده خدمت عزیزان تقدیم میکنیم. البته یه عده‌ای که در این زمینه تألیف کردن نکات لطیفی هم گاهی وقتا اشاره کردن، از جمله اشاره میکنن به کتاب فضح و تلمود. بله، یعنی رازگشایی از کتاب تلمود که یک نویسنده عرب اسمش هم به خاطر ندارم این کتاب رو نوشته، فضح و تلمود. بله، برای اهل تحقیق فکر میکنم مراجعه به این کتاب خوبه. بله، کتاب الکنز هم باز در این زمینه مسائلی داره که یه مجلد بنده اونه دارم. ولی این تلمود را چندین سال به کتاب فروش ها و کسانی که خرید و فروش کتاب را انجام میدن سپردم، اگر به هر قیمتی هم بود نگه داره. منتها یک خلاصه ای ازش چاپ کردن به نام گنجینه تلمود. اون گنجینش چیزی نداره، شاید هم کار خود یهودی ها باشه چاپ همین، که مردم را توجه بدن به این کتاب که بگن بله شما مسلمان ها دروغ دارید میگید که عقاید ما این چنین است، عقاید ما همینه که در این گنجینه ذکر شده. حالا مطالبی را من میخوانم خدمت عزیزان که ملاحظه بفرمایید. اولا خدا را متهم میکنه به کارهای ابلهانه، خشم و دروغ، که خب در خود تورات هم ما باز پیدا کردیم، چون این کتاب شرح هست دیگه. بعد میگه برخی از شیطان ها فرزند آدم هستند، زیرا آدم همسری داشت از شیاطین که 130 سال همسر وی بود و در نتیجه برخی از نسل او متولد شدند. خب از شیاطین را منسوب کرد به حضرت آدم. بعد میگه حوا در این 130 سال، بله، هر چه فرزند به دنیا آورد از شیاطین بودن، زیرا او همسر یکی از شیاطین شده بود. یه چنین نسبتی هم به حضرت حوا میدن. انسان میتواند شیطان را به قتل برساند به شرط اینکه خمیر نان عید را نیکو به عمل آورده باشد، که خب حالا اونم باز قابل بحث است، مراسمی که دارن در این رابطه، چه مسیحیت یه نوع مراسمی داره چینها. روح یهودی ها از روح دیگران افضل است. این نکته مهم است. بله. بله. زیرا ارواح یهود جزو خدا می باشند، همان گونه که فرزند جزو پدرش می باشد. روح های یهود نزد خدا عزیزتر است، زیرا ارواح دیگران شیطانی و مانند ارواح حیوانات می باشد. نطفه غیر یهودی مثل نطفه حیوانات است. حالا متاسفانه بعضی از عرفا هم یه حرفای راجع به زنا دارند، از جمله در اسفار وقتی بحث زن عنوان میشه زن را یه حیوانی میدانه که برای دفع شهوت خدا خلقش کرد، در حالی که از نظر منطق اسلام کسانی به زن اهانت میکنن که انسانهای پستی باشند، کسانی اکرام میکنن که انسانهای کریمی باشند. حالا شاید اونم برخواسته از اینه، چون بعضی از تفکرات خاص هم میبینیم در این نوع کتاب ها وجود داره که بیگانه نیست با افکار یهودیت.
بهش مخصوص یهود است، یعنی غیر یهود داخل در بهش نخواهد شد و هیچ کس به غیر آنها داخل آن نمی شود، ولی جهنم جایگاه مسیحیان و مسلمانان است و غیر از گریه و زاری چیزی نصیب آنان نمی شود، زیرا زمینش از بله گل و بسیار تاریک و بدبوست. پیامبری به نام مسیح نیامده است، منکر حضرت عیسی میشن. بر هر یهودی لازم است که ملک های دیگران را خریداری کند تا آنها صاحب ملکی نباشند و همیشه سلطه اقتصادی با یهود باشد. اگر زمانی غیر یهودی بر یهود سلطه پیدا کند، یهود باید به حال خود گریه کند و بگوید وای بر ما، این چه ننگیست که ما زیر دست و جیرخار دیگران شدیم، زیر دست و جیرخار دیگران شدیم. قبل از آن که یهود نفوس و سلطه کامل خود را به دست آورد، لازم است جنگ جهانی برپا شود. این جزو پروتکل هاشون هم آمده. بله، پروتکل های محرمانه است. و دو سوم بشر نابود شوند. سپس یهودی طی 7 سال اسلحه های جنگ را می سوزاند و دندانه های دشمنان بنی اسرائیل به مقدار 22 ذر از دهانش بیرون خواهد ماند، که خب حدود 1320 برابر دندان های عادی. یعنی چی؟ زمانی که مسیح حقیقی پا به عرصه وجود گذارد، یهود به اندازه ثروت خواهد داشت که کلید صندوق‌هایشان را بر کمتر از 300 اولاغ نمیتوان حمل کرد. کشتن مسیحی از واجبات مذهب یهود است و پیمان بستن با چنین شخصی ما را ملتزم به ادا نمی کند. یعنی با مسیح آدم پیمان بست، نبایستی به پیمانش هم عمل کنه. رؤسای مذهب مسیح و تمامی دشمنان یهود باید روزانه 3 مرتبه لعن شوند. یسوع ناصری که ادعای پیامبری نموده و مسیحیان فریب او را خوردن، با مادرش مریم که وی را از مردی به نام باندار به زنا متولد نمود، در آتش جهنم خواهند سوخت. متاسفانه نسبت زنا هم به حضرت زنازادگی به حضرت عیسی می دهد. کلیساهای مسیحیان که در آن سگهای آدم نما به صدا در می آیند، همچون زباله خانه می باشد. یک فرد اسرائیلی نزد خداوند بیش از ملائکه قدر و منزلت دارد و اگر غیر یهودی یک یهودی را بزند، چنان است که به عزت الهیه جسارت کرده است و جزای او غیر از مرگ چیزی دیگری نیست و باید او را به قتل رسانید. در اثر زدن بایستی به قتل برسید. اگر یهود نبود، برکت از روی زمین برداشته آفتاب ظاهر نمی شد و هرگز باران نمی بارید. نطفه غیر یهودی همچون نطفه اسب است. بیگانگان مانند سگ هستند و برای آنها عیدی نیست، زیرا عید برای اجنبی و سگ به وجود نیامده است. سگ از غیر یهودی برتر است، زیرا در روزهای عید باید به سگ نان و گوشت داد، ولی نان دادن به بیگانگان حرام است. هیچ نزدیکی و خیشاوندی میان بیگانگان نیست، همون گونه که در نسل و خاندان الاغ خیشاوندی نیست. خانه های غیر یهودی همچون طویله است. بیگانگان دشمن خدا هستند و مانند خوک قتلشان مباح است. بیگانگان برای خدمت به یهود به صورت انسان آفریده شدند. یسوع مسیح کافر از زیرا مرتد شد و به عبادت بت پرداخت. هر مسیحی که یهودی نشود بت پرست و دشمن خدا خواهد بود و از عدالت نیز خارج است. اگر انسانی به غیر یهودی کوچکترین ترحمی روا دارد، عادل نیست. غش و فریب دادن غیر یهودی منع نشده است.
سلام کردن به کفار یعنی کسانی که یهودی نیستن اشکال ندارد، به شرط آنکه در باطن او را مسخره کرده باشد. یهود با عزت الهیه مساوی هستند، بنابراین تمام دنیا و هر چه در آن است ملک آنها می باشد. تمام دنیا و هر چه در آن است شد ملک یهود و این حق یهود است که بر آن تسلط کامل یابد. دزدیدن اموال یهودی حرام است ولی در مورد غیر یهودی جایز می باشد، زیرا اموال دیگران مانند زمینهای بیابان است که هر کس زودتر بر آن دست گذاشت مالک آن می باشد، مثل زمین های بایر. یهود مانند زن شوهردار هستند، این خیلی جالبه، همون گونه که زن در منزل به استراحت می پردازد و شوهر بدون آن که زن در خارج از منزل کاری انجام داد خرجی او را می داد، یهود هم به استراحت پرداخته و باید از حاصل دست رنج دیگران روزی بخورد. اگر یک یهودی و یک بیگانه شکایتی داشته باشد باید حق را به یهودی داد اگر چه بر باطل باشد. عجب قضاوتی. اینو میگن عدالت. فریب دادن مأمورین گمرک و قسم دروغ یاد کردن نزد آنها برای شما جایز است برای یهود، زیرا الگوی ما خاخام سموئیل است، از او بیاموزید که چگونه کاسه از طلا به قیمت 4 درهم از یک بیگانه خریداری نمود در حالی که فروشنده نمیدانست آن کاسه طلاست، در چنین شرایطی 1 درهمش را نیز دزدید تا ثواب بیشتری ببره. ربودن اموال دیگران به وسیله ربا معنی ندارد. ربا خورترین افراد روی زمین خود یهودن. الان که دیگه یهود دارن به این سمت پیش میرن جناب استاد که به پول نامحسوس، پولی که نیست، همین چیزهایی که با اینترنت رد بدل میشه و مستر کارت میگه، زیرا خداوند شما را به ربا گرفتن از غیر یهودی امر میفرماید. به غیر یهودی قرض ندهید مگر آنکه در برابر آن قرض نزول بگیرید، در غیر این صورت قرض دادن به غیر یهودی جایز نیست، زیرا ما مأموریم به آنها ضرر برسانیم، یعنی مأمورن به غیر یهود ضرر برسانند. حیات و زندگی دیگران ملک یهود است، چه رسد به اموال آنها. هرگاه غیر یهود به پول احتیاج داشته باشند به اندازه‌ای باید از او ربا و نزول گرفت که تمام دارایی خود را از دست بدهد. غیر یهودی هرچند صالح و نیکوکار باشد باید به قتل برسد. نجات دادن غیر یهودی حرام است، حتی اگر هم دیدید در چاهی افتاده است باید فوراً سنگی بر در آن چاه بگذارید. کشتن یک بیگانه مانند قربانی کردن در راه خداست. کمک نمودن یهودی به غیر یهودی گناهی نابخشودنی به حساب می آید. اگر بیگانه ای در دریا در حال غرق شدن باشد نباید او را نجات داد، زیرا همه آن 7 ملتی که در زمین کنعان بودند و قرار بود یهود آنها را به قتل برساند نابود نشدند، بنابراین ممکن است شخصی که در حال غرق شدن است یکی از آنها باشد. هر چه غیر یهودی دیدید به اندازه‌ای که در توان شماست به قتل برساند، یا به شرط داشتن چیه؟ بله. که این همین مسئله را بهاییت داره، میگه بگیرید اموال دیگران را بکشید مگر در جاهایی که انتم لا تقدرون، در بیان عربی داره که مگر قدرت نداشته باشید. به قتل رساندن مسیحی ثواب دارد و حال اگر کسی نمیتواند او را بکشد حداقل مقدمات قتل او را فراهم بسازد. اگر یکی از یهود مرتد شود بیگانه به حساب می آید و اعدامش واجب است مگر آنکه برای فریب دیگران مرتد شده باشی. تجاوز به ناموس غیر یهودی مانعی ندارد، زیرا غیر یهود کافر و کفار مانند حیوانات هستند و میان حیوانات زناشویی نیست. عیناً همین مسئله را متاسفانه ما گماشتگان یهود را در بحرین میبینیم که این کارا را انجام میدند.
این حق یهود است که زنهای غیر مؤمنه را به زور برو باید. زنا و لواط نیز با غیر یهودی عقاب و کیفری ندارد. اگر کسی در خواب ببیند با مادرش زنا میکند، حکیم و خردمند خواهد شد. چون راه دانشگاهش باز کرده دیگه، شناخته. و اگر دید با خواهر خود هم بستر شده، خداوند نور عقل را به او نصیب خواهد نمود. تسلیم میل نفسانی و شهوات شدن برای یهود مانعی ندارد. هرگاه یهودی نزد زن خود با زن دیگری زنا کند، زن او حق ندارد مانع او شده یا بر علیه او شکایتی کند. لواط با زن جایز است، زیرا زن مانند گوشتی است که آن را از بازار خریداری کرده و هر طور که بخواهید آن را تناول می نمایید. قسم خوردن خصوصا در معامله با غیر یهود جایز است. اصولا قسم خوردن برای برطرف نمودن نزاع تشریع شده است، اما نه برای بیگانگان، زیرا آنها انسان نیستند. شهادت زور دادن جایز است ناحق. همچنین اگر لازم شد می توانید 20 قسم دروغ بخورید، ولی برادر یهودی خیش را در معرض خطر قرار ندهید. بر یهود واجب است روزی 3 مرتبه مسیحیان را لعن کرده و دعا کنند خداوند آنها را نابود سازد. بر ما لازم است که با مسیحی مانند حیوان معامله کنیم. کلیساهای مسیحیان خانه گمراهان و خراب نمودن آنها واجب است. ملت برگزیده خداوند ما هستیم و به همین دلیل خداوند برای ما حیواناتی به صورت انسان آفریده، زیرا خداوند میدانست که یهود به دو نوع حیوان نیاز دارد، یکی حیوان بیشعور مانند چارپایان و دیگری حیوانات ناطقه و باشعور مانند مسیحیان و مسلمانان و بوداییان، برای آنکه بتوانیم از همه آنها به اصطلاح سواری بگیریم. خداوند ما را در جهان متفرق ساخته است، به همین دلیل هم باید دخترهای زیبا و خوشگل خود را به ازدواج پادشاهان و وزرا و شخصیت‌های برجسته یهود درآوریم تا به وسیله آنها بر حکومت‌های جهان تسلط داشته باشیم. اینا مسائلی است که متاسفانه دارن در تلمودشان ورز کردم. یکی از کارهایی که اینا انجام میدن اینه که این تلمود را از دیدگاه دیگران مخفی نگه میدانن و میان تبلیغ میکنن، میگن آقا ما این چنین نیستیم که شما میگید. جدیدن هم جالب اینجاست که دست به تحریف بعضی از سوره ها زدند، سوره های قرآنی، قرآن های چاپ کردند، از جمله سوره معلمون را درش گنجاندند. سوره به نام سوره معلمون هم پس بنابراین اضافه شده، مثل بعضی ها که متاسفانه با بینش ناقصی است که از مطالب اسلامی دارن یه سوره ای را به نام سوره ولایت آمدن در کتاباشان مطرح کردن، مثل نویسنده کتاب دبستان المذاهب که میگه این سوره در قرآن بوده بعداً حذف شده، در حالی که ما قبلا هم عرض کردیم سوره ای به نام سوره ولایت ما نداریم، اما آیه ولایت داریم. و متاسفانه در بعضی از تفسیرهای روای ما هم توسط باز همین عوامل دیگران بعضی چیزها کم و زیاد شدی، اونم برای در واقع اینکه شیعه را طور دیگه جلوه بدن و بگن شیعه قائل به تحریف قرآن هست، در حالی که دلایل فراوانی بر عدم تحریف قرآن هست که مهمترین ضمانت خود پروردگار، وجود حفاظی که در زمان پیغمبر بودن، خود قرآن‌های مختلفی که به خط ائمه بزرگوار مانده و از جمله در موزه‌هایی مثل موزه مشهد به خط خود علی علیه السلام قرآن به زبان کوفی هست، یعنی رسم الخط کوفی، و همچنین به خط امام حسن مجتبی علیه السلام که وقتی مقایسه میشه با همین قرآن ما کوچکترین اختلافی نداره. حالا بعضیا بله صحبتی میکنن که علی علیه السلام قرآنی را آورد و خلفا قبول ندارن، اون نه اینکه متن قرآن فرق میکنه با این قرآن ها، بلکه بحث شأن نزول آیات هم بود، اینا دیدن به ضررشان نپذیرفتند. اما این دلیل بر این نمیشه که ما بگیم بله این قرآن ها کم و زیاد شده، و این یکی از اتهاماتی است که به شیعه میزنن
ولی مراجع معظم تقلید ما جواب دادن و ثابت کردن مسئله تعریف قرآن از غیر شیعه شروع شده، حتی از خود خلفا شروع شده، از خود عایشه شروع شده و اینها چیزهایی که در کتابهای آقایان هست و نمیتوانن منکر بشن. کما اینکه خلیفه دوم جناب استاد خواهیم گفت خلیفه دوم از دو تا سوره یاد کرده در نماز میخونه، اینا را دیدم ولی در این قرآن ولی نیست. بله سوره حفد یا اون سوره استغفار، بله، یا از عایشه نقل شده مسائلی، بله، که اون که گفت یه بزی داشتم اومد اون آیات رو، بله، خورد، آیات و اون خورد. بز ملعونی که در تاریخ شهره شد، یا حتی خلیفه اول ابوبکر گفته سوره براءت دو سومش حذف شده، یا ابن ابی وقاص همچنین نظرهای اینجوری داشته. استاد این بحث ما به سرانجام رسید یا اینکه باز هم دامنه دارد؟ دامنش اینه، یکی دوتا آیه دیگه هم میخوانیم و انشالله این بحث امروز تمام میکنیم و بریم در خدمت آقایان مسیحیان باشیم انشالله. ما وقت ما هم دو دقیقه است، اشکال ندارم، ما سعی میکنیم که حداقل یک آیه را در این زمینه بخوانیم که باز در رابطه با خود اینها باشه و خلاصه از نظر کلی وقتی انسان نگاه میکنه خیلی از آیات قرآن هست. یکی از ویژگی های اینها غلو هست، لذا قرآن در سوره مائده آیه 77 میفرماید قل یا اهل الکتاب، پیامبر به اهل کتاب بگو لا تغلو فی دینکم غیر الحق، در دین خودتان ناحق غلو نکنید. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، تبعیت نکنید از هوای نفس افرادی که مایه گمراهی بودند از قبل و ضلوا کثیرا، خودشان گمراه بودند و گروه زیادی را هم گمراه کردند. و ضلوا عن سواء السبیل، خلاصه اینها که مایه گمراهی باشه خودشان، دیگه مشخصه که انسانان از راه درست برکنار میکنن. بعدم لعن بر خود کفار بنی اسرائیل هست از زبان حضرت داوود علیه السلام، لعن الذین، آیه بعدی میفرماید 78، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و همچنین چه لسان حضرت عیسی و عیسی ابن مریم، ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. علتش هم اینه که اینا نافرمانی کردن، معصیت کردند و سرکشی کردند، لذا کفار اینها از زبان خود حضرت داوود و حضرت عیسی صلوات الله علیهم هم میبینیم که لعن شدند. انشالله که خداوند بینشی به کسانی که مغرض نیستن و جمع ناستن عنایت بکنه، با بررسی کتاب خودشان حداقل بدانن با مآخذی که ما مطرح کردیم و از جمله خود همین کتاب مقدس، بدانن که این کتاب هرگز نمیتواند کتاب آسمانی باشه و به رمان اشبه است تا کتاب مقدس. خیلی متشکرم، انشالله که مؤید و موفق باشه. ممنون و همچنین سلامتی حضرت عالی رو و کامروایی و توفیقات روزافزون آرزو میکنیم. از عزیزان بیننده‌ای که همراه ما بودن سپاسگزاری میکنیم، امیدوارم همچنان این برنامه رو برنامه خودشون و این شبکه رو شبکه خودشون بدونن و ما رو از دیدگاه‌های خودشون حتما مطلع بفرمایید. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.